نظر دارید جنبش اعتراضی در ایران روندی رو در این 8 ماه طی کرده، اما هرچند که در خارج از کشور همراهی های صورت گرفته تا در این 8 ماه، اما به هر حال انتقاداتی به رهبران یا من اصلاح میکنم چهره های مشخص این جنبش از بیرون از ایران گاه هم وارد میشه. من امیدوار هستم که آقای حبیبی‌نیا هر چه زودتر ارتباطمون برقرار بشه، چون ایشون دیدگاه های تقریبا مخالف شما دارن و فکر میکنم این بحث رو بتونیم جدیتر با ایشون هم مطرح کنیم. برخی حتی خیلی جدی بحث عبور از رهبران فعلی رو مطرح میکنن و مشخصا میگن تا اینجا اینها رهبری کردن و از این به بعد باید ازشون عبور کرد. این بحث رو چقدر جدی ارزیابی میکنید؟ ببینید، جنبش سبز ایران رو الان قبل از اینکه اصلا بحث رهبریش مطرح بشه باید ببینیم چه چیزی بهش هویت میده. مؤلفه های خیلی بارزتری هست که داره به جنبش هویت میده که میشه از جمله اهداف این جنبش رو در نظر گرفت، هواداران این جنبش و در مرحله سوم رهبران این جنبش هستن. اون هم رهبرانی که خودشون اصرار دارن که به عنوان همراه ازشون یاد بشه. این رو طبیعتا ما نباید فراموش بکنیم. اهدافی که شما اگر نگاه بکنین پیش از انتخابات این جنبش رو شکل داده، یک تومار خیلی طویل و بلندی داره، اما مشخصا بعد از انتخابات شکل روشنتری بهش گرفت و با یک هدف واحدی نمود پیدا کرد که دنبال رأی گم شده بودن. در واقع جنبش از قبل از انتخابات با همون شعارهایی که کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح کرده بودن شکل گرفت، متولد شد و بعد از انتخابات رشد بیشتری کرد و بارور شد و از رأی من کجاست رسید به حق من کجاست. بنابراین این اهداف اهداف کاملا مشخصی هست که به جنبش هویت میده. مؤلفه دیگر هم هواداران این جنبش هستند. شما نگاه بکنید این جنبش قابل مقایسه با جنبش دانشجویی نیست، یک جنبش زنانه نیست، یک جنبش مردانه نیست، جنبش سکولار نیست، جنبش دینداران نیست. و برای اولین بار میشه گفت توی این جنبش علاوه بر این که نمیشه تعریفش کرد که یک حزب یا یک جریان یا یک قشر و یک صنف پشت این جنبش هستن، همه اینها هم هستن، تلفیقی هست از تمام این اقشار و اصناف و همه اینها گرد همون هدف مشترک جمع شدن. بنابراین بعد از اهداف جنبش و هواداران جنبش که این جنبش رو خاص میکنه تازه بحث رهبریش مطرح میشه که متاسفانه من نمیدونم چرا به نوعی رهبرگریزی یا رهبرهراسی به وجود اومده. شاید به خاطر ساختار سیاسی کشور ما باشه که تو این 30 ساله انقدر مردم از ولایت مطلقه فقیه ناامید و تقریبا به انزجار رسیدن به خاطر اینکه نتونستن استبداد و گریز از قانونشون رو تحمل بکنن. حالا فکر میکنن اسم رهبر میاد سری باید موضع بگیرن و بگن نه جنبش رهبر نداره. من فکر میکنم آقای عبدی حرف قشنگی زده، کجای دنیا نداشتن یک رهبر برای جنبش یک امتیاز محسوب میشه. من احساس خودم اینه که یکی از دلایلی که الان دوستان دارن انتقاد میکنن همون رهبر گریزی هست. یعنی احساس میکنن رهبری الان برای جنبشی که همه اقشار و اصناف توش نقش دارن شاید به خودکامگی که رهبران قبلی داشتن برسه. فکر میکنم باید یه خورده فراتر به این موضوع نگاه کرد، به توانمندی های دوتا از نمادهای اصلی جنبش، آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی، که به خضوع و فروتنیشون واقعا شکی نیست که هر مباره دارن اعلام میکنن به عنوان همراه هستن با اعضای جنبش. بعد یه خورده بهشون اطمینان کرد تا مرحله های بعدی رو خود جنبش شکل بده. درسته. خانم علینژاد، دوستی شوخی میکرد و میگفتش که رهبر داشتن از اون چیزاییه که داشتنش یک مصیبت، نداشتنش یک مصیبت دیگر. مهمان دیگر برنامه امشب ما از برن سوئیس آقای امید حبیبی‌نیا، روزنامه‌نگار 42 ساله ایرانی هستند که دانشجوی دکترای مطالعات جهانی هستند. ایشان از سال 1369 با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه آزاد همکاریایی داشتند و در سالهای اخیر پس از خروج از ایران با رسانه‌هایی چون بی بی سی، رادیو زمانه و تلویزیون فرانسه 24 همکاری کردند. دیگر در دقایقی که با ما بودید دیدید ما با خانم علینژاد بحث رو شروع کردیم. فکر میکنم عدالت ایجاب کنه که به سراغ آقای حبیبی‌نیا بریم. سلام بر شما، حالتون چطوره؟ من سلام میکنم خدمت شما و بینندگان تلویزیون صدای آمریکا و خانم مسیح علینژاد در آکسفورد و در خدمت شما هستم. خدمت از بنده است. ببخشید به خاطر این تأخیری که در ارتباط داشتیم. خب من چون وقت زیادی رو از دست دادیم خیلی سریع میرم سراغ سوال اول. به نظر شما
رهبری آن چیزی که در ماهای گذشته شاهد بودیم، آیا اصلا رهبری داشت و اگر داشته به عهده کی بوده؟ این سوال البته سوال بسیار پیچیده، جواب دادنش خیلی طول میکشه، ولی اون چیزی که از اتفاقاتی که در این مدت گذشت میشه به در واقع چشم‌اندازی که ما داریم نسبت به این قضیه میشه به دست آورد، این هستش که رهبری خاصی وجود نداشته. یعنی ما نمی‌بینیم جریان خاصی را که ادعای رهبری داشته یا اتفاقاتی را که افتاد، اینها اتفاقاتی نبود که از قبل قابل پیش بینی بوده یا اینکه برنامه‌ریزی شده باشه. این روند در واقع روندی بود که حالا در علوم اجتماعی در زمینه مسائلی که به مسائل تحرکات اجتماعی، پویایی اجتماعی می‌ورزه بهش میگن حرکت‌های خود به خودی. منتها این حرکت‌های خود به خودی از اون حرکت‌هایی نیستش که فرض کنید که مثلا در سال‌های مثلا دهه 70 ما با شورش خیابانی روبرو بودیم در یک جایی، مثلا در یک نقطه از جنوب شهر یا حالا هر به دلایل مختلف که عمدتاً مسائل اقتصادی بود که بعد دیگه حالا از دهه 70 به این طرف حالا بیشتر این اتفاقات بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرد. این حرکت‌های خود به خودی حرکت‌هایی هستن که یک هدف و در واقع یک مقصد مشخصی رو دنبال می‌کنن و اون مقصد و هدف به گمان من این هستش که بسیاری از مردم از ساختار و نظام ایدئولوژیک سیاسی اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی در این 30 سال به شدت ناراضی هستند و در پی تغییر از راه سرنگون کردن اون هستند. حالا این که به چه طریق و چگونه اون بحث دیگری است، ولی به همین دلیل که این شکل از اعتراضات در جنبه های مختلف در زمینه های مختلف به خصوص در این 8 ماه اخیر و به خصوص بعد از اینکه مردم، بخش عمده از مردم از رهبری اصلاح طلبان ناامید شدن، بروز کرده، گام به گام به سمت رادیکال تر شدن پیش میره و به همین ترتیب اون وقت ما اون بحثی رو که حالا داریم در پی میگیریم، یعنی مسئله فقدان رهبری یا اینکه رهبری به هر حال کجاست یا چه بلایی باید بر سرش بیاید، اون بحث اینجا مطرح میشه که اون بحث بحثی هستش که بحثی در واقع مدت‌ها پیش باید بهش پرداخته میشد، ولی حالا به نظر میرسه بعد از اون مسائلی که بعد از 22 بهمن پیش اومد و تئوری‌ها و تاکتیک‌هایی که برخی از اصلاح طلبان ارائه کردند و به شکست انجامید، حالا ظاهراً این بحث در میان بخشی از مردم یا شاید جوانان و دانشجویان بیشتر از قبل مطرح شده. آقای حبیبی، من تو صحبت‌های شما متوجه شدم که تاکید داشتید که این جنبش به صورت خودجوش تشکیل شده، درسته؟ به صورت خودجوش در واقع به دلیل اینکه رهبری خاصی وجود نداشته تا به حال، درسته. از زمینه‌های مختلفی که در درون جامعه وجود داشته استفاده کرده برای اینکه یک خواست رادیکالی را اعلام بکنه. چون شما این جنبش خودجوش از نظر اجتماعی با جنبش‌های خودجوشی که فرضاً در دهه 70 ما می‌دیدیم، 70 خورشیدی، متفاوت هست. یعنی یک بافت سیاسی وجود داره. ولی به هر حال اینکه رهبری نشده هست، همه فکر می‌کنم درش توافق دارن. حتماً همین گونه است که شما می‌گید، اما تو بخش دیگر صحبتتون گفتید که مردم از رهبری اصلاح طلبان در این 7 ماه خسته شدن و فکر میکنم این یه تضادی هست که چگونه جنبش خودجوش شکل میگیره و بعد از یک جریانی که درش حالا نقش لیدر داشته و نقش پیش رو داشته خسته میشن. این رو چگونه پاسخ میدید؟ ببینید، خیلی این موضوع خیلی پیچیده نیست. بسیاری از مردم در یک نمایش انتخاباتی شرکت کردند که باز بسیاری از روشنفکران خواستار تحریم اون بودن، یعنی معتقد بودن که رفرم و اصلاح در درون نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه امکان پذیر نیست، کما اینکه 8 سال تجربه شد. بنابراین وقتی که در درون این نظام اصلاح و رفرم امکان پذیر نیست و به عینه هم دیدیم که چه اتفاقی افتاد، شرکت در انتخابات به معنای مشروعیت دادن به جمهوری اسلامی، کما اینکه دولت احمدی نژاد و خامنه ای این حرف رو دارن میزنن. بنابراین به حال بسیار از مردم با همون شکل و شیوهی که حالا
گفته شده قبلا در مورد طبقه متوسط شهری و موج پذیریشون و یا حالا اتفاقات دیگه ای که در مورد این طبقه متوسط و تأثیرش روی طبقات دیگه هست اتفاق میفته، در انتخابات شرکت کردن.